متاسفانه پدر فوت کردن. فردا ساعت 8 صبح حرکت از جلوی مخابرات به سمت قبرستان اهالی کوهستان. توجه کنید، مجلس تحقیق بعداً اعلام می شود. شما کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ ها؟ قبر گلجهان. بی پدر و مادرها صندوق امامزاده رو خالی کردن. شما کیش میشی؟ کی مرده؟ نگفتی شما کیش میشی؟ مادرم. خدا رحمت کنه همه اهل قبر رو، گر سلیمانی و گر اسکندری، چون اجل آیت سراغت زموری کمتری. با اجازه من برم قبر رو تموم کنم. چند روز پیش به همون اومد، خیلی از بین رفتن. این خدا بیامرزیم که قراره خاکش کنیم زیر همون به همون مونده. حالا میگن از 20 سال پیش تا حالا یه همچین به همون این سابقه نداشته. اونجا پشت اون کوها بالا اهالی کوهستان، متاسفانه پدر فوت کرد. توجه کنید، متاسفانه از وقتی باباش مرده اینجوری شده. میگن که خودش با چشای خودش دیده که چطوری باباش مرده. از اون بعد دیگه به مقصد قبرستان توجه کنید. هر کس میمیره فکر میکنه باباش مرده، زن و مردم براش فرقی نمیکنه، باید اعلام کنه. متاسفانه پدر فوت کرد. اهالی کوهستان توجه کنید. من بچه بودم که یه روز صبح گفتن از اینجا رفته، هرچی گشتن این اطراف پیداش نکردن. یه چند بار خبر آوردن از روستاهای اطراف که دیدنش، ولی اینجا نیومد. آقا پتی، خونه‌ای که نفس توش نباشه همینه. برف و بارون داغونش کرد. اتفاقا می‌خواستم مخابراتش کنن، عاشق گفتش نه، رضایت شخص واجبه. نه شما بودی نه نرگس خانم. همه فکر می‌کنن شما با هم هستی، ولی شما ازش خبر نداری. نه بزرگی هم می‌فرسم. آقا پتی عوض شده. نه الان جمعیت مرده‌ها بیشتر از جمعیت زنده‌ها. الان تنها جوون این روستا منم. عاشق خلاردم هست. من خود از مشهد اومده ماموریتی. ماموریتش تموم شد، 3 سال اینجا بود. ولی خب بهار دیگه میره.
فکرشم نکنید. دو تا کونیکا، چهار تا سامونگه. بس سلام. همچی میکنیم از روز اول بهتر. والا به علت تنگ دستی از شام و نهار خبری نیست. قطعوز الو سلام. لا لا، دو ساله با هم عروسی کردیم، سه ماه هم با هم زندگی نکردیم. دو ساله. دست بگی آجو جان، دست بگی. خب من که میدونم فکرش چیه، اون دوتا هم فکرشون همین بود. لا لا حل لا، میری تو کار آجو جان. دو سال ما داریم اینجا زندگی میکنیم، ده دفعه شما تا حالا با هم قهر کردین. خب یارو نمیگه دخالت داری میکنی؟ بعد آخه میگه من گول زدی، من بچه بودم جوان بودم، بعد کردم خونه بهش دادم، کار بهش دادم، پول دادم بهش. یک دقیقه چه کارش کنم؟ لا لا لا، من که میدونم کار نمیکنه. الو دست میکنه تو آسمان. سلام علیکم. میگه آه کار کردم، کار نمیکنه. آقا تسلیت. دروغ میگه. ها ها، قبر کندن آماده است. اون میخواد دست پدری منو بخوره. شما کجایی؟ کی تشریف میاری؟ با امید خدا. نه تا شما نه، این که خاک سپاری انجام نمیشه. به امان خدا، خدا نگهدار، خدا حافظش. شما که هنوز اینجایی، حرف ما رو قبول نداری؟ گفتم شما برین من باش صحبت بکنم دیگه. خیالم راحت؟ راحت راحت، شما برین من باش صحبت بکنم. خدا شما رو حفظ کنم. در امان خدا، یالا امید خدا. یالا شیخ ما بخدا من. این نگو بری چی اومده اینجا؟ حرف نمیزنه، لام تا کام حرف نمیزنه. از این دیوار شما صدا شنیدی؟ از این نمیشه. فقط سراغ زنشا گرفت، نرگس، همون که تو کوبیابون آواره هست. این همون فتی نیست که میخواستیم خونش مخابرات کنیم؟ احسنت. همین که خونش پایین پل بود. آه. که بچه من گفتی رضایت شخص واجبه. معلومه 20 سال پیش زنش یه مدت گم میشه، تو آبادی پشتش حرف میزنن، این هم ناراحت میشه از قیزش، محصولات مردم داغون میکنه، میره درخت زیبای مردم میبونه. همه جا میبینیتینی آب روی سیعت ما رو ببوری. خوابه مثل جنازه افتاده. گفتی جنازه رو، همه جان یادت باشه موقع قسلمه یه همین دوتا انگوشت داشته میبینی؟ وقتی موقع کفن کردن همین دوتا انگوشت میبینی نزدیک میکنی به هم. ببخشین آقای فتلی، بخوابه. انا لله و انا الیه راجعون. راجعون؟ خدایا ما از این شخص غیر از خیر چیزی ندیدیم و تو آگاه تری به این شخص نسبت ما. خب دیگه بارالله اگر نیکوکار بود به نیکوکاریش بیفزای و اگر گناهکار بود کار بود از گناهش بگذر، مرهم او، به او رحم کن. آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین، رحمتک یا ارحم الراحمین. الو شما گوش بگی آقا جان، 100 کیلو. نه بابا 100 کیلو بره چی؟ من میخوام پادگان غذا بدی. نه یا 50 کیلو بره با 10 کیلو روغن. 50 کیلو برنگ، 50 کیلو برنگ چی؟ 20 کیلو کافیه، 20 کیلو. الان نه آقا جان، اینجا که 40 نفر توی آبادی بیشتر زندگی نمیکنه، تو اینا هم غذاخور نیست. 40. الو ما همین رو بکنم دیگه. نگاه کن شما فقط هر تو شده شیشه صبح اینجا باشی. زعفرون بفرم شما بگو. آقا یه بسته زعفرون، 5 کیلو روغن، 20 کیلو برنج. بس سلام نامه تمام. گوشتم اینجا هستش. گوشتن میکشیم. آره. فقط شما رأس ساعت 6 اینجا باش. شما صاحب از رأس ساعت 6 اینجا هستی ها؟ شما صاحب ازایی. آره قربونت. خداحافظ. یا علی. خداحافظ.
گوشی رو برو چی قطع میکنی؟ صد دفعه گفتم وقتی ما با این مزن هردم حرف بزنم این گوشی رو دست خودش قطع رحمت جان. صد بار گفتم اینجاش اینجا نیست، سیم قطع بشه باز مکافات داریم. من نمیدونم این بند خدا برو چی نمیاد تو. 20 بار بهش گفتم بیا تو نمیاد. الو الو حاج آقا جان. الو محمد صادق. خوبی بابا؟ سلامتی بابا؟ الحمدلله. اتاری امو شما خوب؟ الو حاج خانم سر امو یک لحظه ببین آقا فتی بیرون سرما نخورد. 20 بار بهش گفتم بیا تو سرما میخوری. الو سلام زهرا جان شما خوبی؟ سلامتی الحمدلله. محمد باقر محمد صادق ها ها خود دکتر رفتی؟ چطور شد؟ دختره؟ به امید خدا جنسمون جور شد دیگه زهره جان. ها ها نه اینجا که دیگه خشک سرماه دیگه. ها خوب شد از اینجا رفتی زهره جان. تشریف بیارید تو سرده سرما میخورید. شیخ علامدم اصرار دارن که شما تشریف بیارید تو. آی فتی بفهم بفهم ما منتظریم بفهم. باز داری دنبال چی میگردی؟ لنگ جورابم ندیدیش؟ چرا؟ کو؟ از جلو مسجد داشت میرم. بابا همه جورابتو بگی گله هم کن قشن گرفتی ما رو. الان وقت شوخیه خودت گم نکنی خیلیه. آچت درست کن همین سراسی تو درست کن. صبر کن صبر کن جیبتو درست کن. این چیه این چیه؟ لا 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 دختری که زنگ میزنه دست پول به اون میکنه. یه دختری اینجا یه تو خانه بهداشت کار میکنه پاش کرده تو یه کفش که الا بلا همین رو برمو درست کن. ای میگم که این دختر بالاخره حاجقا از نرگس چیزی نشنیدی؟ والا همونقدر که مردم میگن. مردم میخوام برم دنبالش پیداش کنم. الان بعد این همه مدت وقت تنگه. چرس کنم والا. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عزت شرف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول علی ولی الله لال از دنیا نری صلوات خط کن. انا لله و انا الیه راجعون. بازگشت همه به سوی خداست. خدایا بار الله ما از این شخص غیر خیر چیزی ندیدیم و تو آگاه تری به این شخص نسبت به ما. اگر نیکوکار بود به نیکوکاریش بیفزای و اگر گناهکار بود از گناهش در گذر. خداوند متعال فرمودن که اگر 40 نفر مؤمن شهادت بدن که همین شخص متوفا آدم درستی بوده به عزت و جلالش قسم خورده که به حرمت همون شهادت از گناه مرده حتی اگه گناهکارم باشه بگذره. آقا شاهد اول بستگان
خدای تا ما رو نیامرزید یه از این دنیا مبر. رحم الله من یغر الپات همه سلوا سلالا محمد بارز. یار همه بارز تلفن سالمه؟ بله سالم. بله بخت. ببخشید تو رو خدا تو این سرما این وقت شب به زحمت انداختمتون. نه خواهش میکنم، چه زحمت، وظیفه ما همینه دیگه، مخابرات دیگه. حالا شما کار ده، کار واجب دارید دیگه، میان اینجا میشینن یه ساعت هیچ کاری هم ندارم، میان همینجور میشن مزاحم من شیخ میشن. شما که کار واجب دارن آقای اکبر دیگه. تو این سرما شرمندم به خدا. نه خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ وظیفه ما همینه دیگه، کار دارن با هم صحبت میکنن الان، کار واجب دارن حتما دیگه زنگ میزنن دیگه. بله آقای اکبر. اینا آقای اکبری کیه؟ بله آقای اکبری، میگم کسی شما زنگ زده اینجا کار داره، کار واجب داره حتما دیگه. بله انشالله. سرده ها؟ با گذشته هیچ فرقی نکرد. بالا هم که دو سال اینجای منوز عادت نکرد. دیگه آخرهای تلفنشه، شرمنده با خدا دیگه، حریم خصوصیه. حالا قرار شده یه مخابرات اینجا بسازن دیگه، خیالمون راحت شه. بله سلام علیکم. بله حال شما خوب؟ بله بله بوشه. الو سلام. مرسی. خوب هستین؟ ممنونم. بله ممنونم، دستون درد نکنه. یه موقع کاری داشتی من بیرون هست. آقا میگه بله بله بله. آها خواهش میکنم. نه مرسی، چه زحمتی. بله آره. آها بابا نمیتونم کامل در جمعیم. بذار بشنون مردم آبادی چی گناهی داشتن. خب شما که نمیدونی حاجی، که شاید آتیش نزده، اون آتیش نزده، اونم هنگه کسان دیگه دیدن که گذشته زندگی همه چون فرار کرده رفته. شما جای اون بودی چی کار میکردی؟ من جای اون بودم فکر. آره خب شما جای اون بودی چی؟ من فکر اونو میکردم. من میگم واسه چی برگشت اومده؟ یک سلامات دیگه شیخ من میگم فتی واسه چی برگشت اومده؟ یک سلامات دیگه قطع کنی. اللهم صل علی محمد. شیخ جواب منو بده، من میگم واسه چی برگشته؟ فلاحی جان ای ما دارم صلوات میگم که شما غیبت مردم نکنه دوباره. شیخ این غیبت نیست، من میگم شما که نبودین اینجا ببینید 20 سال پیش چه بلایی سر زنش آورد، سر این مردم آبادی آورده، تمام مزایای مردم آتیش زد رفت، همه مردم میدونن اینو. بشین نبشه قبل میکنی فلایی. حالا گذشته گذشته، یک اتفاق افتاده رفته دیگه. حالا هنوز نیومده به من عبده گذشته که دیدی شما خودتون. چه ربطی داره به این بدبخت بیچاره؟ مردم بی ربط نیست. یک هفته پیش به من آمده
حالا این بدبخت دیروز آمده، این چه ربطی داره؟ این همون آدم 20 سال پیشه. 40-50 نفر فدای خوشقدمی ایشون داره میشه اینجا. داری چیکار میکنی؟ بی غیرت پوست کلو. خاک بر سر. کم بلو سر مردم آبادی آورده. یه برو گمشو بلوش کن. یه برو. خیزو در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زن که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما باید. چکار میکنی؟ این شب خورخور میکنی؟ یک متک و دوتا. الو، اشتباه گرفتیم. کی بود؟ باز آقا اکبری بود؟ خوبه چی قطع کردی؟ این موقع از شب کدوم اداره بازه؟ لا لا حل الله، خودت گفتی هر موقع میخواد زنگ بزنه. من گفتم ایشون نباید هر شب زنگ بزنه که. اگه کار واجبی داشت آره، پدر مادرش آره، ولی این آقا کیه؟ الو، سلام علیکم. خواهش میکنم آقا. آقا جان میتونی یه 10 دقیقه دیگه زنگ بزنی؟ شب شما هم بخیر. این جاش اینجاست. این هزار بار. بله. با. آره اونو فرستادم. دیروز. آره. باشه حتما. سلام منو برسونید. گفته بودم. آها. آقا رحمت. آقا رحمت اونجا رو نگاه کن. شیخ علامت. شیخ علامت. شیخ علامت. چطور شده؟ آتش گرفته. اونجا آتش گرفته. اوه اوه اوه. کجای رحمت؟ دوروبر پله. بودو رحمت جان. بودو من دارم یا بودو. ببخشید من دوباره با تو تماس میگیرم. ولش کنین، بذارین بسوزه. یه شب کولاک عجیبی آمد. من طول خط داشتم کار میکردم. نرگس اومد به من خبر بده که حال مادرم خوب نیست. این خونه 20 سال پیش سوخت. دچار کولاک و طوفان و بهمن شد. با این دستای خودم آتش می‌زدم. چند نفر رو نجات داد. خودش گرفتار بهمن شد. اومدم خونه،
فکر از هرگز خبری نبود. همه جا رفتم، همه این مسیرها رو گشتم. چقدر آرزو تو این خونه بود، چقدر آرزو تو این خونه بود خدا، آرزوی پدر شدن، مادر شدن خدا. آفتی موقع دفن مادرم خیلی چشم انتظار شکشیدم ولی ازش خبری نشد. حرفا و شایه ها شروع شد. یه روز، دو روز، سه روز ازش خبری نشد. همه این مسیر رو گشتم، همه جا رفتم، همه جا سر زدم، نبود که نبود. بعد ده روز برگشت، همینجا نشستم خیلی به پنجره زل زده بود، لام تکان حرف نمیزد. نمیدونستم بهش چی بگم. چند بار بردمش امامزاده ولی فایده نداشت. تا اینکه یه روز رفتم طول خط، نرگس رو ول کردم و رفتم. حالا بعد 20 سال برگشتم، اومدم همه دیاد بزنم. آفتی، تا پنج صبح داشتیم آتش خاموش میکردیم. تو برپا نه لیز بخواه بیایی طرف الان خامره. چطوره بهوشه؟ الان هم بد نیست، بیهوشه دیگه، ما که سر نمیاریم. رم چجوریه؟ یه دیگه خانون اینی بودویم. آفتی جان بعد نفس میکشه خانم. بازم خون بالا برد. یه لحظه ساکت باشین، دود زیاد خورده. یک دو شب هم که اینجا بود اصلا حال روز درستی نداشت، مریضی از قبل داشته. آقا فتی چشاشم یه نگاه بکنید. بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد، باید ببرین شهر. اینا رو فعلا بهش بدین، آرومش میکنه. دست شما درد نکنه، فقط همین روزی دوتا آرام بخشه. ببخشید میارم خودم، باز زحمت شما میشه. ممنونم، باز زحمت شده، ببخشید. خداحافظ. خداحافظ شما. درمان خدا. خدا نگهدار. خورس رحمت جان ایش نگفتی؟ نگفتی رمه جا؟ این بابا رو به قبله یه الان وقتی این حرفایه. لا لا حلال حل. اهالی کوهستان توجه کنید، مجلس خط فردا بعد از ظهر از ساعت 3 تا 8 شب در ده بالا. خدایا ما از رضا فتی غیر خیر چیزی ندیدیم و تو آگاه تری به او نسبت به ما. اگر گناهکار بود از او در گذر و اگر نیکوکار بود به نیکوکاریش بیفزای. رحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. نیامرزیدی از این دنیا مبر. بسم الله الرحمن الرحیم. کل من علیها فان. بسم الله. آقا جان، انسان جایز الخطا است. یالا شما همتون صاحب صادقی، هیچ اشتباهی نمکنیم. این بنده خدا هم بالاخره مریضه، اطلاع جوابش کردن، حال روز خوشی نداره، گناهکارم باشه بگیر. بعد از این همه سال تازه به فکر رضایت افتاده. اوه، با خدا سعادت میخواد. شما دعا کنه قبل از اینکه اتفاقی براتون بیفته خودتون به حساب خودتون برسین، قبل از اینکه خدا به حسابتون برسه. رحمه جان، کفن بیار آقا. آقا اگه رضایت قلبی دارین امضا کنین، اگه نه که رضایت حقتونه دیگه. سختی نکنه، خدا براتون آسون بگیره دیگه. آقا شیخ، من امضامو زدم، ولی رضایت زنش خیلی واجبا. چشم آقا جان، اونش دیگه با من. رحمه جان ببین دیگران هم اگه امضا میکنن. من هم امضا میکنم. امضا نکن، فردا جواب خدا رو میخواد چی بدی؟ غیرت داشته باش. چرا امضا میکنی؟ تو اختیار خودت داری، چیکار داری؟ 20 سال از این قضیه گذشته، این مردن برای همه است. به احترام شیخ هم شده رضایت میدن. امضا رو میگیریم، ناراحت نباش آقا فتح. چی شد؟ والا میگن حرفی ندارن. نرگس خانم رضایت بدن، اینام رضایت بدن. بریم آقا جان، بریم. رحمت جان. بفهم. آقا. آقا فتی، اصلا خودتو ناراحت نکن. اینا نشد، این همه آدم هست. اینو امضا بگیریم ازشون، والا. باز حرف علکی زدی رحمت. باید بشناس آقا فتی، مؤمن باشه، معتقد باشه، هر کسی که نمیشه. من میگم نکنه ما اشتباه میکنیم. حتما یه کاری کردن، لیکن رضایت نمیدن. ساکت باش میشه. من اعتنا باشه چیزی که من میشنم بابا بده. نشه نفهمه دیگه، بفهمه آبرو مال میبره. میگه چرا رضایت داری؟ مردم آبادی میگن. آره دیگه. خب شما اختیار خودت داری. خب من اختیار خودم دارم، در امضای خودم میدم. دست شما درد نکنه. آقا فتی این کفن بده. آقا جان بفرمایید پس. بفرمایید. بالاخره برادرشه. نرگس هم اینو خیلی دوست داشت. حتما یه سری سراغی ازش داره. آه بی خبرم نیست. خودت ناراحت نکن آقا فتی. هر تو شده رضایت چه جلب میکنی. اینشالله. ولی آقا فتی مشکل اینجاست که شما 20 سال گذاشتی خواهرشو رفتی. خب اینام دلبستگی داشتن، علاقه داشتن به هم دیگه. تنها کسش همون خواهرش بوده. ولی الان کجاست؟ الان نیست. رحمت جان پیاز داغش زیاد نکن. نگاه کن آقا فتی. شما همینجا تشریف داشته باشین. بله. یک لحظه ما برون تو. رحمت جان یک ندایی بده، یک یالای بگو. یا الله یا الله یا الله. آقا باقر. یا الله. آقا باقر. بریم آقا فتی. زنش خونه خودش رفته انبار. زنش چیزی نگفت؟ گفت اگه شوهرش رضایت بده اونم رضایت میده. آخه بریم آقا، فایده نداره. بریم. دارای من جان یه دقیقه بگو چی داری میگی؟ خب آخه شیخ جان میگم من قبول نمیکنم، من رضایت نمیدم. بس سلام، بریم از اینجا. آقا رضایت چی رو بدم؟ نمیدونم. بریم. اوه.
میگه میگه 20 سال خواهر منو گذاشته رفته. میگه 20 سال خواهر منو گذاشته رفته. من چرا رضایت بدم؟ من رضایت نمیدم. باید شما اول بدید رضایت اونو بگیرید. باقر جان نگاه کن بهش بگو این شطوریه که در هر خونه میخوابه. بگو گذشت کنه که اگه خدا نکرده اتفاقی افتاد. میگه من رضایت نمیدم. تا رضایت ایشون رو نگیری من رضایت نمیدم. کجاست؟ کجا؟ کجا؟ میگه کوه. انتون تو ما میر میگیریم. اول شما رضایت بده ما میر رضایت. لا لا حل لا. آفتی. آقا فتی اب نداره صبر داشته باش. بالاخره نرگس خانم شاهد اوله. شما هم که دیگه بچه اینجای دیگه رسم و رسوماتشون رو بهتر میدونی. شاهد اول که امضا کنه دیگه همه پشتش امضا میکنن. دوشنبه رو یک بار دیگه بخون. دوشنبه پادگان بعدش هم کارخانه آسفالت. کارخانه آسفالت؟ کارخانه آسفالت دعوای خانوادگی داشتن. شما دل پدر میونی کنی. آه بله. سه شنبه هم که هیچ برنامه‌ای نداریم برای اینکه اینجا مراسم سوم داریم. بهمن جان سه شنبه خطبه عقد داریم آخه. سه شنبه اون برای چهارشنبه است شیخ جان. اون برای چهارشنبه است. چهارشنبه ساعت 2 مراسم خط. مراسم عقد. نمیخواد شما بیا برنامه رو نگاه کنه اینجا. باش من میام برنامه شما رو نگاه میکنم شما ببینید که من درست میگم یا شما. بدون برنامه. صبر کن. نگاه کن رحمت جان. خب. اختیار دوشنبه کارخانه آسفالت من اختیار سر خودم هم دوش شما اینجا نوشتی دوشنبه کارخانه آسفالت و پادگان سه شنبه خود خب سه شنبه خود به عقد نیستی که سه شنبه اینجا مراسم سوم داریم سگو یک دقیقه رحمت جان اصلا شما خودت برنامه ریزی کن خب اینا رو برنامه ریزی کن حل بشه شما برنامه ریزی کن آره نمیخواد آقا سر خودم عمل میکنم شما خودت برنامه ریزی کن بعدم اونجا جلو مردم ما رو کنف نکن به رحمت بگید بنویسه به رحمت بگید این کار بکنه با رحمت همه این کنیم آقا فتی آقا فتی این محمد باقره این محمد صادق محمد باقر 9 سالشه محمد صادق 7 سال محمد باقر کلاس دومه اونم کلاس اول اینم بچگی های شیخ آقا شیخ اون چیز جریان چیز رو بگو شما جریان تبیدار بگو خیلی خوب آقا فتی رضیت نمید بگو شما بخنی بگو بگو نه بابا بگو آقا فتی همارش خوب میشه بگو آقا فتی یه فیلم آقا فتی ما سرباز که بودیم گردان امداد بودیم امدادگر بودیم گردان امداد کارش رو که امداد میکنه هنوز نگفتم بخنی یه هم خدمتی داشتیم اینم امدادگر بودیم بچه جنوب بود این رفته بود جنر آقا فتی حالت خوبه آقا فتی چطور شد آقا فتی رحمت جان همین آب کن بیا شیخ محتم نگردم الو الو نعمت جان سلام چطوری ببخشید قطع شد من نمیدونم یه جایی قطع شده هرچی گشتیم پیدا نکردیم آخرش اومدم دم خط اصلی سیم گرفتم آره قربونت نه خانم رحیمی هم با من هستن الان اینجان سلام خانم هستن اونجا الو نعمت جان حقوقا چی شد رحمت الان موقع این حرف هست ایلای گل به نوای حقوق دادنشون گوشی خانم رحیمی الو سلام 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 بر خانم خوبی؟ چی شده؟ آروم بشه لحظه نه بابا نه اون هنوز 10 روز دیگه مونده نگران نباش اون دردای روز آخرشه یه خورده گرم نگرش داری؟ من فردا خودم حتما میرسونم صبح زود حرکت میکنم تا عصری میرسم باشه خداحافظ تموم شد الو الو نمت جان قربانت کاری نداری اینجا اولا که رفته بودی باورش نمیشد تمام خط راهن تونلا رو دنبالت گشت چند دفعه هم چوپانا زخمی پیداش کرده ولش میکردی میزد به کوه کمر اهالی گفتن شوهرش بدیم از فکرت بیاد بیرون تا فهمید رفت ازش خبر نداری؟ چند سال میشه ازش خبر ندارم میگن اونجایی که زندگی میکنه انقدر سرده که هیچ بنی بشری دووم نمیاره نمیدونم چه کار میکنه تک و تنها تو کوهستان از کجا میاره بخوره چجوری زنده میمونه خدا میدونه
چه خانم احمد، مرسی که اومد. دلزی خراب بود آشه خانم احمد، خیال راحت ترمزاشو درست کردم. دست درد نکنه ولی از کتوکول مینداز آدم. آقا فتی سوار شین، یه حال میتنی بدی؟ باشه بشی، دست درد نکنه. رضایت قلبی داری این کفن امضا کن، اگه نه که ما بریم رد کارمون. آخه این حرفا چیه؟ آفتی باید ما رو ببخشه، پدر خدا بیامرزم خیلی پشت سر نرگس خانم حرف زد. آفتی تو رو خدا بابای ما رو حلال کنی، اگه نرگس خانم هم دیدین از طرف بابای ما ازش حلالی هست. منم خودم یه دو بار تا اون درشنی رفتم ولی نتونستم پیداش کنم. مگه خونش اون طرف هاست درسته؟ آچه واگه که بعد اون پلچوبیه تو اون درشنی دو تا چوبون میگن خونش اون بره راست، ولی واقعا من ندیدمشون. بره نگاه کن را باز اون طرف یا نه. آچه این خط راهن که تموم میشه شما باید همینجور این مسیر رو بریم، ولی خیلی جادش بده. آها رحمت جان اون خودکار برده بیا انگوش میزنی یا امضا بکنی؟ امضا بکنی. بسم الله. ترمزاش درسته؟ ایشالله که درسته. بگم امتحامی که درسته، گفتم بهش درستش کرده، گفتم بهش اون دفعه نشه یه بار. احمد جان بهشون گفتی کجا بایستن؟ گفتم بعد از تونل بزرگ بایستن. مخواستی بگی بزرگترش نباشه عقل نمکنم. آن گفتم همه چیز بهش گفتم، خاطر جمع باش. والا سلام آشیخ. سلام امجو جان، چطور شده؟ اتفاقی افتاده؟ حسین آقا ناخوش احواله، الان چند روز من جاش میام راهبانی. رحمت جان ترمز نگه ده سرپایینی، یعنی جا حسین آقا داری کار میکنی؟ این خط که متروکه هست دیگه، چیزی از عمر این ریلا نمونده. والا احالی میگم بالاخره یه روز قطعا میام، ما هم کارمون انجام میدیم. چیزی از نرگس شنیدی تا حالا؟ نرگس؟ آه همون که بالای کوهه؟ من میگن اون طرف هاست. آره بابا همه میشناسنش تو دهما، این بنده خدا یه روز میره خبر مریضی مادرشو بده، برگ که میگشته تو بهمن میمونه. اسم شوهرش چی بود؟ فتحی. خلاصه 10 روز این بنده خدا تو بهمن میمونه، 2 تا سربازم نجات میده. تو این 10 روز بگو چی خورده؟ برف خورده. از فتی چی؟ فتی هم 10 روز که این نبوده، اهالی میگن که این با کی بوده با کی نبوده، خلاصه شایعه درست میکنن دیگه. فتی هم به حرف مردم گوش میده و میذاره میره. بعد فهمیدن این حرفا شایعه بوده. 20 سال بیچاره این زن منتظر. تابستونا این رودخونه پر آب میشه، شبی که میخواستم برم خواستگاری نرگس هوا خیلی خراب بود، سیل پلو برده بود،
از نرگسم پیغام فرستادم که اگه امشب پا جلو نذاری دیگه به هم نمیرسیم. نمیدونستم چی کار کنم. بدون که به کسی بگم یک کله خند برداشتم و راه افتادم. کله خند رو گرفتم سر دست و زدم به آب. وقتی رسیدم اون بر خیس خیس بودم، اما کله خند خشک خشک. اون شب بعد رو گرفتم، کله خندم شکستم، اما سه روز نتونستم از خونشون بیام بیرون. افتادم مریض. آره دو ساعت مرخصی گرفته که بیاد سری کارو تموم کنه دیگه. چی لباس سربازی پوشیدی؟ سلام باشه. سربازه. سلام آقا. سلام مشتاق جان. بیا سوار شو بیا. نه خیلی وقت منتظرم. ها؟ بریم دیگه، خیلی وقت منتظرم باشه. بزرگترت آوردی؟ با عموش اومده هاشه. با پدر مادرش چی؟ عموش بزرگش کرده. برای امضا چی؟ شاهد میخوام. نمیدونم آشه، خودت یک کارش بکن. آشه خونه ها اونجا بایستادن. برای بار دوم میپرسم خانم معصوم حمیدی، فرزند ابراهیم، آیا بنده وکیلم با شرایط معلوم که قبلا ذکر شد شما را به عقد و ازدواج دائم آقای مجتبی نیازی فرزند حسین در بیاورم؟ برای بار سوم میپرسم خانم معصومه حمیدی، فرزند ابراهیم، آیا بنده وکیلم با شرایط معلوم که قبلا ذکر شد شما را به عقد و ازدواج دائم آقای مجتبی نیازی در بیاورم؟ وکیلم. با اجازه عمو. بله. مبارک ان شاء الله. مبارک.
هوا داره خراب میشه. من که چشم آب نمیخوره برسیم به مقصد. والا از نفوس بد زدی بچه شده شیخ. نگاه کن خط سفید شده، زنجیر اینم که شده. نه نه چه کلی بازی در نه یه کارشو بکنه خواه. یواشتر خانم رایمی یواشتر. آقا رحمان تحمل کن الان تمام میشه. آقا تلفون تکون نخور. خانم رایمی یواشتر شکست. آقا دستیت نکن هوا داره خرابتر میشه. چیکار کنم دست من شکسته. خانم رایمی یواشتر خواه. تقصیر خودت قبل را افتادن گفتم بده اینه یه 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 نگاهی بندازه. Fatih! Baba Fatih! Baba Fatih!
حالا تو خودت ناراحت نکن خانم رحیمی. رحمت جان یک نگاه کن از این بالا ببین هوا بهتر شده یا نه. چطور شد؟ نه خیر این هوا حالا حالا خوب نمیشه. خانم رحیمی بغل ناقص من شما الان نباید ببینم. والا چاره‌ای ندارم باید برم. بی ادبیه ولی شما نباید الان بری. آجی جون برای چی سرسختی میکنی؟ خب بذار هوا بهتر شه بعدن برو دیگه. عشق شما دیگه چرا زن بیچاره رو که نمیتونن تو این سرما تنها بذارن. من میگم خودت به کشتن ندی آجی جان. کم سن و سالشه کم اولشه. اونا که نمیتونستن تو این کولاک بیارنش. باید خودمو برسونم. خب راستو میگه مریضه دیگه. بچه شدی شیخ. تو این هوا آخه چه جوری بره؟ چشمشو نمینه. دو متر جلوتر نمیتونه ببینی. میره گم میشه شیخ جون. نمیدونم والله. شیخ جون مگه یاد نیست؟ دو هفته پیش چه اتفاقی افتاد؟ بهمن مسیر خطرناکه، کولاکه. نمیشه مسیر گم میکنه برعکس. میره جدی گم. باید برم. خانم رحیمی. خانم رحیمی. شیخ آشه شما یه چیز بگو. من باش میرم. یک دقیقه صبر کن خانم رحیمی. خانم رحیمی جان پس شما باش برو حداقل. من باش میرم. نه آقا فتی شما کجا بری؟ آقا فتی نه شما فتی رحمت داره باش میرم. من میرم. رحمت جان. سر سختی میکنه این دختره به خدا. هری پس داده
شده روزی افتادم که تو این خط راهبان بودم. فاصله ایستگاه ما تا ایستگاه بعدی 18 کیلومتر بود. 9 کیلومتر من میرفتم، 9 کیلومتر راهبان مقابل میومد. وسط راه وقتی به هم میرسیدیم یه کاغذهایی داشتیم که بهش میگفتن تعرفه. من باید تعرفه اون امضا میکردم، اونم تعرفه منو. یعنی اگه تعرفه امضا نداشت کاری انجام نشد. من هم بگاره هیچ کاری نشد. نمه کفن تو خوش شد آفتی. وقت تنگ. Ugh!